مستطیلی مه گرفته از رنگ میبینید و با خود میاندیشید بله دیگه روتکو میشناسمش، اما آیا واقعا او را میشناسید؟ دلیل نقاشی کردن آن مستطیل های مه گرفته را میدانید؟ اهمیت آنها را چه؟ مارکوس روتکوویچ در سال 1903 در خانواده یهودی در دوینسک روسیه زاده شد. در سال 1913 همراه خانواده‌اش به آمریکا مهاجرت کردند. پدرش چند ماه بعد درگذشت. مارکوس شاگرد درسخوانی بود و توانست از دانشگاه ییل بورسیه بگیرد. در همین دوران تمایلات چپگرایانه خود را کشف کرد. در سال دوم تحصیل را رها کرد و به نیویورک رفت. در آنجا عزم خود را جزم کرد که به هنر بپردازد. در کلاس‌های ماکس وبر شرکت کرد و درباره کوبیسم، ماتیس و اکسپرسیونیست‌های آلمانی آموخت. در 1940 نامش را به روتکو تغییر داد و در اواسط دهه 40 به طبع آزمایی در سورالیسم مشغول بود. درون مایه های کلاسیک را به شکل نمادهایی برای بحث از تراژدی انسانی به کار گرفت. از خوان میرو و ماکس ارنست هم تقلید کرد. همراه با دوستش آدولف گوتلیب آثار نیچه و یونگ را می‌خواندند و درباره ناخودآگاه تفکر می‌کردند. با قدرت گرفتن فاشیسم در اروپا و آغاز جنگ جهانی دوم، روتکو و دیگر هنرمندان دوران سنت‌های هنری را نامرتبط و حتی غیر مسئولانه می‌دیدند. در جوان 1943 او و گوتلیب نامه‌ای به نیویورک تایمز نوشتند و گفتند چیزی به نام نقاشی خوب درباره هیچ وجود ندارد. ما فکر پیچیده در بیان آسان را ترجیح می‌دهیم. روتکو می‌خواست به پرسش‌های بزرگ جهان پاسخ دهد و در پی یافتن راه ویژه خود برای این کار بود. در این دوران تکه‌های بزرگ، مسطح و مه‌آلود رنگ در نقاشی‌هایش ظاهر شدند. کارهایش به تدریج ساده‌تر و اوریان‌تر و هندسی‌تر شدند تا جایی که از 1947 به بعد آثارش به تمامی انتزاعی بود. تا 1950 او شیوه شخصی خود را یافته بود و پس از آن فقط در همان شیوه نقاشی کرد. سبک او در آن زمان کاملا نو بود. پیش از آن رنگ معمولا در خدمت نوعی محتوای روایی بود، اما روتکو می‌خواست که رنگ به تنهایی عواطف و احساسات را برانگیزد. از 1949 تا زمان درگذشتش در 1970 او اساساً یک موضوع را می‌کشید، اما برای او این موضوع ساختاری بسیار سودمند و تمام نشدنی بود که به گفته خودش با آن میتوانست عواطف انسانی و وضعیت انسان را در حد تجربه خودش به تصویر بکشد. او بر این باور بود که این سبک امکان حذف همه موانع بین نقاش و ایده و بین ایده و بیننده را فراهم میکند. با خلاص شدن از دست هر آنچه تاریخ یا خاطره یا روایت و یا حتی هندسه را به ذهن می آورد، او می خواست با سادگی، شکوه و سکون تجربه حسی فراگیری در بیننده بیافریند. بسیاری تجربه مواجهه با اثری از روتکو را مشابه نوعی تجربه دینی خواندند. او لایه‌های رنگ را با چنان عمق و غنایی بر هم می‌چید که به نظر درخشان می‌آمد، شبیه کاری که نقاشان عهد رنسانس تیسین و جورجونه نیز با مهارت بالایی انجام می‌دادند. تقارن نیز یکی دیگر از عناصر مشترک کار روتکو با نقاشی دینی است. دومینیک دومنیل مجموعه دار گفته است که نقاشی‌های روتکو راز تراژیک وضعیت فروپاشیدنی ما را برملا می‌کند. سکوت خدا، سکوت تحمل ناپذیر خدا. در سال 1964 دومینیل و شوهرش جان نقاشی دیوارهای یک نمازخانه 8 ضلعی در هیوستون، تگزاس را به روتکو سفارش دادند. او از رنگهای آلبالویی تیره، قرمز ارغوانی و سیاه استفاده کرد و دیوارنگارهای عبوس آفرید. او میخواست حس فروبستگی و فضایی برای مراقبه بیافریند. روتکو از نظر روحی رنجور و افسرده بود. در 1958 سفارش شماری دیوارنگاره برای رستورانی در نیویورک دریافت کرد. او خود این رستوران را محل شکمچرانی و جلوه فروشی پولدارترین حرامزاده های نیویورک نامید.
او با طیفی از رنگ‌های تیره به کار پرداخت و نقشه‌اش این بود که نقاشی‌های عظیم را طوری بالای سر مشتریان بیاویزد که آنان حس کنند در اتاق به دام افتادند و درها و پنجره‌ها نیز همه با آجر مسدود شده و تنها کاری که می‌توانند بکنند این است که تا ابد بر دیوار سر بکوبند. سرانجام تصمیم گرفت نقاشی ها را نگه دارد و در سال 1969 به تیت داد و هنوز هم در همانجا آویخته است. روتکو محیط نمایش آثارش را به شدت کنترل می کرد. اصرار داشت که حتما در نور کم، به طور گروهی و در فاصله نزدیک از بیننده نمایش داده شوند و هرگز لابلای آثار هنرمندان دیگر نشان داده نشوند. او می خواست بیننده تجربه ژرف و ترافرازنده ای از هنر او به دست آورد. شما به نقاشی ها نگاه نمی کنید. شما با آنها و در درون آنهایید. بیش از هر چیز روتکو می خواست بیننده چیزی حس کند. با امر تعریف ناشدنی رویارو شود. به توهی خیره شود و چشم در چشم تراژدی انسانی بدوزد. نقاشی او درباره هیچ نیست. درباره همه چیز است.